و 8 مارس روز همبستگی زنان و تمام زنای افغانستان و بخصوص به زنای قهرمان و مبارز ولایت سمنگان تبریک و مبارکباد عرض می کنم و امیدوار هستم که دیگه هیچ زنی مورد خشونت قرار نگیره، خصوصا خشونت های خانوادگی و محیطی. نمایشگاهی که امروز به مناسبت 8 مارس از طریق ریاست امور زنان و مسئول پارک تحمینه را اندازی شده و هدف از تدبیر زمین رشد اقتصادی و توانمندسازی اقتصادی خانمایی هستند که متشبث هستند و این نمایشگاه به مدت 3 روز در پارک تحمینه می باشد. شکر میکنم برنامه وی آر دی پی یا انکشاف اقتصادی روستایی البته در 34 ولایت افغانستان تطبیق میشه. خوشبختانه از ولایت سمنگان نیست مستفیدین این برنامه هستند که در 2 ولایت 1600 نفر 6000 نفر می باشه. 1200 گروپ ما تشکیل دادیم در هر دو ولایت، در هر دو ولسوالی. البته مرکز ایبک امرای حضرت سلطان، ولسوالی حضرت سلطان است. تقریبا 2 میلیون افغانی اینا پسنداز دارن که از پسندازایشان البته محصولاتی که آماده شده اینا همگی شب که میبینید محصولاتی است که از قرضه ها و پسندازها که اینا اجرا کردن این محصولاتشان است که آماده کردن امروز به نمایش گذاشتن. ما تذکره الکترونی را به طور آنلاین ثبت نام میکنیم و ما خصم برشان خود ما از بودیجه که بر ما از بودیجه خود در بطه همون پول ناچیز را که از تذکرهشان میگیریم بیشتر از اون صرف همین مصارف ثبت نامشان میشه که آنلاین ثبت نام میکنیم اونا را و همچنان پرنت همی فرمیشان است، عکس گرفتن، کپی تذکره تمامشان به دوش خود ماست. ما دیدگاه ما برای حکومت موقت چندان خوب نیست. حکومت موقت از نظر ما برای افغانستان خصوصا برای بانوان اصلا مناسب نیست. به خاطر ما نمیتونیم وقت کار بکنیم، شاید نتونیم حتی تحصیل بکنیم و ما نمیخواییم دوره سیاه طالبان را که قبلا مادرای ما تجربه کرده بودن ما تجربه بکنیم و ما این کار را نمیکنیم و حاضرم نیستیم که این کار را بکنیم و امیدم داریم که کسایی که با مذاکره رفتن هم به این قسم یک دستاورد پس نیایند. اصلا ما باوری به با حکومت موقت ندارم. اگه با حکومت موقت هم که تشکیل شد بازم اونو ما حین منافی و منفیت طلبی و شخصی می باشن، چون حکومت موقت هیچ کدام منشأ حساس قانونی نداره. در هیچ کدام ماده قانون اساسی ما اوجا شاهد از اون نیستیم که بگه که قانون حکومت موقت یک روز ما شاهدش می باشیم. ولی بازم اگر که تشکیل شوه به نظر ما بیشتر خساره ای که میبینه بازم برمیگرده به زنان و بانوان میباشد، چون همان طوری که مثلا آقایان نیمی از جامعه تشکیل میده بانوان هم نیز بانوان یک شهروند به عنوان یک تن از تابعیت افغانستان دارن نیمی یا پیکر از جامعه اینا تشکیل میدن. ولی اگر در صورتی که حکومت موقت تشکیل شوه یا مثلا بعضی موضوع دیگه تغییر شوه تغییرات در قانون اساسی بیاد، شاید اونم یه اساس دستاورد ها فعالیت ها اینمی تولیداتی که ما فعلا امروز شما میبینید شاید اینمی در نظر گرفته نشه، شاید یه اساس همو حق و حقوق زنان که هست اینا در نظر گرفته شد پایمال شوند. ما در یک بخش 5 در یک گروپی هستیم، یک گروپ تولیدی هست، در یک بخش 5 نفر هستیم شمول استادی. ما 5 نفر یک جای کار میکنیم در هر چیز هست. ما که 6 ماه آموزش دیدیم 12 نفر بودیم، بعد از اون گروپ های تولیدی به 5 نفر 4 نفر 3 نفر تقسیم شدیم. میزان فروش ما خوب است. دیگه چند نوع کیک و کلچه آوردیم. بغلاوه هم است، کیک یخچالی، کیک شنی، دو نوع کلچه است، کلچه مربادار، دیگه کلچه ستابون، 3 نوع بغلاوه. تشکر از مشارکت شما. سیمای سول، صدای جدید.